ویدیو میخوام در مورد بیماری مادرزادی که ناشی از تکامل ستون فرارفته کمی صحبت کنم. ببینم چی بیماری حادث میشه. اولی بیماری که میخوام در مورد صحبت کنم اسکلیوزیس مادرزادی هست. ما اسکلیوزیس دو نوع است. بیشتر به صورت مادرزادی هست، یعنی طی تکاملی اسکلیوزیس ایجاد شده. یه گونه ای اسکلیوزیس داریم که اون خاطر عوامل پاتولوژی که از جراحی است تو طول حیات است، ولی بیشتر به صورت مادرزادی است اسکلیوزیس. خب شما الان فکر کنید تو این تکامل این قسمت اینجا یک بادی مهره است، این یک بادی دیگر هست، زیرش میشه دیسکال بین مهره‌ای، درسته؟ و این بادی بعدی است، بادی بعدی است، درسته؟ این بادی بعدی است، حالا شما فکر کنید که در این سگمنتیشن و ریسگمنتیشنی که ایجاد میشه بادی یک طرف خوب تشکیل بشه، اصلا نصفه تشکیل بشه. چرا؟ امکانش هست دیگه. ریسگمنتیشن یعنی چی؟ یعنی قسمت پایینی با بالا یه طرفش نتونه خوب تشکیل بشه، اینا به چسبه، یه طرف چیز بشه، یعنی ستون فرار اینجوری بشه. این باعث میشه ستون فرار به یه طرف بیماری چی؟ اسکلیوزیس. خیلی ساده طی فرایند سگمنتیشن و ریسگمنتیشن یه طرف خب اینجا که بدن که ما نمیسه اینجا رو خالی نگرده، بدن هم شروع میکنه چی؟ دیسک اینتری میشه. بادی مهره بالایی چی میشه؟ کج میشه دیگه، درسته؟ و این اسکلیوزی اتفاق. پس این اول در مورد بیماری اسکلیوزیس. اگه ستون فرار رو توجه کنید یه اینجی حتی کمی بالاتر بره اینو جبران میکنه، کم کم و به حالت اول برمیگره، ولی به این میگن یک برش کورونار بزنی میگن اسکلیوزیس. اما ما میخوام در مورد بیماری دیگر به صحبت کنم به نام اسپاینا بیفیدا. اسپاینا بیفیدا حتما در موردش شنیدید. اسپاینا بیفیدا چیه؟ کسی میتونه من بگه اسپاینا بیفیدا چیه؟ دو شاخه شده مهره ها. دو شاخه شده مهره ها یعنی چی؟ دقیقا دیتیل تر داره این بیشتر مثلا یعنی چی دو شاخه شده مهره ها؟ این مهره ها تو شاخ میتی ازشون زنید کنید یعنی چی دو شاخه شده مهره ها؟ حفظ کردنی دی بذاریم کنار، یعنی چی دو شاخه شده مهره ها؟ پاس کردید حتما در مورد اسپاینا بیفیدا خوندید، وقتی مهره ها رو خوندید حتما دو شاخ شدن مهره ها چی؟ یعنی دو تا شاخ بزنه ازشون بیرون. حالا رفت یعنی چی؟ ببینید این یعنی یه تصویری که از مهره من اینجا کشیدم. اول اینو بکشم، تو من اول یک مهره نرمال رو میکشم، توالت عادی میکشم، بعد شروع میکنم. این یک مهره نرمال است، درسته؟ یک مهره نرمال. خب این مهره نرمال. وسط اینجا هم چیه؟ سوراخ میشه. سوراخ مهره بعد قرارگیری چیه؟ نخاع. نخاع. خب اطراف نخاع چی هست؟ اطراف نخاع چیه؟ پرده مننج هست دیگه. اطراف نخاع پرده مننج هست که من اینجا پرده مننج رو میکشم. پرده مننج رو میکشم. حالا سه لایه داره. مننج خود سه لایه داره. دورامته، آراکنوید، پیامته. دورامته سخت شامه، آراکنوید نه کلوتی. پیامته یعنی چی؟ نرم شامه. مثلا کل اینا رو نشون بده. خب این گفتم به چه صورته؟ اطراف مهره اسکلتوم که میاد اطراف مهره یک ساختاری رو تشکیل میده. حالا شما فکر کنید قسمت خلفی چه قوس مهره. شما فکر کنید این قوس مهره نره پشت، به هر علتی نرود به پشت، این لامینه ها به هم نرسه. این میگن اسپاینوپیدا یا مهره شاختار. انگار دو تا شاخ تو خلف میشست. اینجا با هم یه اسپاینوپیدا داره میشه. حالا دیگه خیلی ساده میشه. این یک بادی مهره است. همچنین ساختاری هست. متوجه شدید اسپاینوپیدا چی تشکیل میشه؟ این چه تشکیل میده؟ اسپاینوپیدا. منطقه یه نوع اسپاینا بیفیدا هست به نام اسپاینا بیفیدا اوکولتا. اسپاینا بیفیدا هدت ها و شدت های مختلفی داره، میتواند خیلی حالت ضعیفش باشه و حالت های خیلی وخیمش باشه. حالا در مورد صحبت کنم. یک نوع از اسپاینا بیفیدا هست که این قوس مهره کامل نشده است
مهره دو شاخ ما داریم و روش هم چیه؟ روی الان روی این الان چی پوشونده بچه ها؟ پوسته دیگه. به این میگن اسپاینال افزای اوکلتا. میگن خیلی از آدم ها امکان داره اینو داشته باشن، تو طول زندگی نداشته باشن، میرن یه تصویر برداری از کمرشون که انجام میدن مثل امارای یا عکس ساده از مهرهای کمر که انجام میدن تازه اینو متوجه میشن. یکی از علائم این بهش میگن اسپاینال بیفیدای نهان. اوکلتا یعنی چی؟ نهان. اسپاینال بیفیدای نهان. منتها یکی از علائمی که هست شما باید برید پزشکی دیگه اینو از این بعد شاید بتونید تشخیص بدید. یه بچه رو اگر دیدی یه قسمت معمولا اسپاینال بیفیدای تو قسمت‌های تحتانی مهرهای کمری ایجاد میشه. پس قانون اول تو قسمت‌های تحتانی مهره کمری انجام میشه. اگر به اون قسمت توجه کنید نسبت به بقیه جاها موهای بیشتری داره. موهای بیشتری داره. اصلا یکی از روش‌های تشخیص اسپاینال بیفیدا همینه. معمولا بالای ساکرون تشخیص میشه. می‌بینی اونجا موها بیشتر است. پس این شد اسپاینال بیفیدا چی؟ اوکلتای اسپاینال بیفیدا نهان. یا اسپاینال بیفیدا نهان هستن یا اسپاینال بیفیدا کیستیک هستن. اسپاینال بیفیدا کیستیک یک زائده کیست مانند از اینجا میزنه. اما باز انواع مختلفی داره. خب یه الان بادی مهره داره، اینجا بادی مهره، این هم شاخهای مهره، درسته؟ یه الان چی شد بچه ها؟ مخا. بعضی موقع یک زائده کیستی که همون برنش هست از اینجا میزنه به سمت بیرون، درسته؟ بعضی موقع الان میگم تفاوت شد بکشم به اینجا برای تفاوت شد. بعضی موقع مخواه هم همراه بایش میزنه بیرون، مخواه هم همراه بایش میزنه بیرون، درسته؟ این حالت خیلی شدید طبیعتا از اون شدیدتر هم جد. بیرون زده که میشه چی تو پزشکی؟ میشه سل. واریکوس سل چنده دیگه حتما خیلیتون برخورد داشته واریکوس سل. یعنی بیرون زدگی. اصلا سل یعنی چی؟ بیرون زدگی. اگر فقط مننج بزنه بیرون بهش میگن چی؟ مننگو سل. اسپاینال بیفیدا همراه بابا مننگو سل. اما اگر مخواه هم بیار بیرون میشه چی؟ مننگو مایلو سل. میشه هم خوست. اوکی؟ پس دو قسمت شد. این دوتا رو میگن کیستیک، اسپاینال بیفیدا کیستیک، اسپاینال بیفیدا نهان یا اوکلتا. بخاطر میگن نهان هیچی نمیاد. ولی کیستیک دو نوع. یا فقط مننج بزنه بیرون، مننج بزنه بهش میگن چی؟ مننجو سل. اگر مخواه هم بزنه بیرون چه چی؟ مننجو مایلو سل. این حالت قطعیده رو حتما باید جرده میشه. یک موقع هست، یه موقع هست از این هم بدتره. یه موقع هست یه خیلی مزخرف هست. این اصلا معمولا اینا نمیتونن مرگ داخل رحمی اتفاق بیفته، اینا نمیتونن به زندگی ادامه بده این هم. اینا میشه میگن مایلوشیزی. مایلوشیزی. حالا تو کتاب اینو توضیح بخوام، توضیح بدم ساده بهتون بگم، نگاه کنین. ما وقتی اونجایی که داشت این الان اکتودرمه، این هم نوتوکورد زیره. نوتوکورد زیره باعث تحریک اکتودرم رویش میشه. اکتودرم رویش رو میکرد چین خوردن، چین عصبی رو تشکیل بده. بعد کم کم این چین های عصبی به هم تشکیل میپیوندن، لوله عصبی تشکیل میشه. منتها این لوله عصبی شروع تشکیلش از قسمت سریادومی تشکیل نمیشه، تو قسمت های تحتانی گردن شروع میشه. مثل یک زیب میره بالا، مثل یک زیب میاد پایین. این قسمت های سوراخ هایی که باقی مونده بهش میگن نوروپور. به این میگن نوروپور گودامی، به این میگن نوروپور خلفی، درسته؟ با چی در ارتباط با کیسه آمینیوم؟ با کیسه آمینیوم. اصلا یه کاری که میکنن، شما به خاطر اینکه نواقص مادرزادی رو بفهمن، یه چیزی رو سنجش میکنن تو خون به نام آلفا فیتو پروتئین. آلفا فیتو پروتئین. چه آلفا فیتو پروتئین نباید مقدار زیاد باشه. اصلا داستانش چیه؟ اصلا آلفا فیتو پروتئین مشکل نیست. آلفا فیتو پروتئین به صورت طبیعی توی لوله عصبی تشکیل میشه. مونتا اگر میزان آلفا فیتو پروتئین بعد از روز 27 بالا باشه میفهمن این بر جنین یک نقص لوله عصبی داره. خب اینا به خاطر چیه؟ الان بهتون میگم به خاطر چیه. اینو داشته باشید. این تو قسمت گردنی میره. این مثل یه زیپ شروع میکنه بسته شدن. تو روز 25 نوروپور گودامی بسته میشه، تو روز 27 نوروپور
پس ما اگر تا روز 27 میزان آلفا‌فیتوپروتئین بالا باشه مشکله؟ بعد از روز 27 اگر دیدیم میزان آلفا‌فیتوپروتئین بالا باشه میدونیم یک نقصی تو بسته شدن ریه عصبی اتفاق میفته. اگر نقص تو قسمت سریع اتفاق بیفته یک ایجاد مشکل ایجاد میشه بنام انانسفالی، یک جنین تشکیل میشه که اصلا این سرش پخت بسته نشده، اون رو جمجمه اینجا تشکیل نشده، خیلی اوضاع بدی. اوکی؟ خیلی اوضاع بدی، درسته؟ حالا نوروپون خلفی تشکیل بشه چه اتفاق میفته؟ ما اینجا نخایی داریم که لوله عصبی تشکیل نشده، پهن شده بشه. اصلا نخا به صورت لوله عصبی نیست، به صورت چیه؟ پهن شده. به میگم مایدو شیزی، به میگم مایدو شیزی. تو اگر نوروپون بودایی باشیم یه چی؟ کرانیو شیزی. حالا بحث من اینجا نحوه تشکیل جمجمه رو صحبت نکردم، توی چیز بهش میگن کرانیو شیزی، به میگن چی؟ مایلو شیزی. معمولا کسی که مایلو شیزی داره معمولا اینکه چه حتما این با حیات مغایرت داره، نمیتوانن زنده جنین ها به دنیا بیان، اونا نواقص فوق العاده شدیدی داره. خب پس در مورد اسپاینال بیفیدا کامل صحبت کردیم، یکی از نواقص مادرزادی است که فوق العاده مهم هست اسپاینال بیفیدا. خدمت شما عرض کنم که در مورد بعد این میزان ها اینا رو صحبت کردیم، در مورد چی صحبت کردیم؟ اسکلیوزی صحبت کردیم. اما ما یک نواقصی داریم به نام لومباریزیشن و ساکرالیزیشن. ببینیم لومباریزیشن چیه؟ ساکرالیزیشن چیه؟ لومباریزیشن چیه؟ ساکرالیزیشن به چه صورت؟ به صورت طبیعی، به صورت طبیعی ما 7 تا مهره گردنی داریم، 12 تا مهره سینه‌ای داریم، 5 تا مهره کمری داریم، 5 تا ساکرون داریم که با هم یکی میشن، یه مهره ساکرون است. طی این پدیده ساکرالیزه سگمنتیشن و ری سگمنتیشن بعضی موقع یه مهره به مهره کمری اضافه میشه، مهره کمری 6 تا میشه و یکی از ساکرون کم میشه. به این پدیده میگن لومباریزیشن. درستش بگید. برعکسش بعضی موقع پنجمین مهره کمری میره میچسبه به مهره ساکرون، به میگن ساکرالیزیشن، به میگن ساکرالیزیشن. خب این هم یکی دیگر از مشکلاتی که وجود داره، لومباریزیشن ساکرالیزیشن. خسته نباشید، تو ویدیو بعدی در مورد تکامل اندام با شما صحبت خواهیم کرد.